حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیر مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم رنج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان به نام خداوند بخشنده مهربان به نام دوست که اوست و هر آنچه که داریم از اوست خدمت یکایک بینندگان عزیزی که از اقصا نقاط این کره خاکی دارن این برنامه رو نگاه میکنن عرض سلام و ادب و احترام دارم انشاءالله که از هر کجا که دارین نگاه میکنین برنامه رو نیت هم کرده باشین که زائر حرم آقا صدر الشهدا باشین و ما همینجا به رسم ادب انشاءالله ناوزیر شما بزرگواران خواهیم بود حاجا خدمت شما هم عرض سلام و خوش آمد دید سلام سلامت باشید خیلی ممنون سلام علیکم و رحمت الله خدمت ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام این ایام رو عرض تسلیت داریم خدمت شما عزیزانم همینطور امیدواریم با فرج امام زمان علیه السلام دل مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها شاد بشه غمها و غصه ها پایان بگیره و روزی برسه که ما تماشاگر باشیم آمدن منتقم را به مدینه و خوشنود کردن دل حضرت زهرا سلام الله علیها دعا قطعا اثر داره با هم انشاءالله این دعا رو زمزمه کنیم امید هست با خوندن شما عزیزان و زمزمتون این عنایت به همه ما انشاءالله تحقق پیدا کنه بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی متشکرم آقا نکته ظریف و زیبایی رو آقا فرمودن که انشاءالله حضرت بیان اون فضا رو هممون درک بکنیم انشاءالله مسائل شرعیمون رو از خود حضرت بپرسیم ولو در اون زمان عقلها کامل خواهد شد ولی خب به هر سوال هایی که تو ذهنمون انشاءالله از خود حضرت بپرسیم و خدمت حضرت باشیم انشاءالله بتونیم خدمت گذاری بکنیم جان جلسه گذشته ما در رابطه با کفارات مطالب رو مطرح کردیم حالا ظاهر چیزی برای این جلسه نمونده انشاءالله یعنی جزئیاتی هست ما معمولا میگذاریم که عزیزان انشاءالله انگیزه براشون ایجاد بشه سوال کنن بعضا هم از سوالاشون پیداست خوب در عمق بحث قرار گرفتن چون که مباحث گاهی اوقات خیلی شبیه هم هست مثل بحث نذر و عهد و قسم مثل بحث ضمانت و کفالت مثل بحث کفارات در ابواب مختلف و رد مظالم علی حال بعضی مباحث نزدیک به همه از نحوه سوالهای عزیزان معلوم میشه که الحمدلله مباحث رو خوب گرفتن خدا رو شاکریم امیدواریم که بتونیم خدمتگزار باشیم با اون چم که در ذهنتون اتفاق میفته و شاید مبتلا بهتون هست از سوال که انشاءالله جواب داده خواهد شد تقریبا بحث کفارات تمام شد بسیار امروز بحث آریه رو داریم انشاءالله وعده دادیم بحث آریه حقیقت آریه آریه همینیست که توی اصطلاح فارسی هم ما آریه میگیم ممکنه بریم در خونه همسایه بگیم میشه که مثلا دیگه تون رو به ما یه ساعتی قرض بدید یا بهش میگیم که مثلا ممکنه این وسیله تون رو به من امانت بدید گاهی قد کلمه امانت یا گاهی قرض رو به کار میبریم یا اصلا هیچ کدومش هم به کار نمیبریم دیگه تون یه ساعت به ما میدید دستگاه چرخ گوشتون رو میدید یه مقدار گوشت داریم چرخ کنیم باش میشه ماشینتون من بدید یک ساعت برم تا فلان جا و برگردم اینا معمولا مصداق آریه است آریه شبیه اجاره است تا قرض فقط فرقش اینه که دیگه در مقابلش اجرتی گرفته نمیشه استفاده کردن از منفعته
چرا گفتم بیشتر شبیه اجاره است نه قرض؟ چون در قرض من مالی رو به شما تملیک میکنم، شما مالکش میشید، در مقابل مثل همون مار را یا قیمت اون مار رو شما به ذمه میگیرید. ولی توی آریه اینش برمیگرده. بله این برمیگرده، فقط شما میتونید از منافع اون مال بدون اجاره و بدون دادن اجرتی استفاده کنید. مثل لباس. بله من ماشین رو به شما میدم، یک ساعت میرید و برمیگردید، چیزی هم در مقابلش پرداخت نمیکنید، این هدیه حساب میشه. یکی از کارهای پسندیده است، یکی از عقدهای اخلاقیه، یکی از خدمتهایی هست که در شرع مقدس اسلام جزء عقود حساب شده. یک آریه دهنده داریم، یک آریه گیرنده داریم و تو روایات تشویق شده، خصوصا نسبت به همسایه ها، که مردم نسبت به همسایه خودشون کوتاهی نکنن. حالا گاهی اوقات بیشتر از همسایه، مسجد، هیئت، بچه‌هان یه برنامه‌ای دارن، از فرشای شما میخوان استفاده کنن، از چیزی که شما در منزل دارید و تو منطقه شاید خیلی اون وسیله رو نداشته باشن، شما اون رو اعلام میکنید، مثل دستگاه سیستم صوتی هست، مال خودتونه، در اختیارشون قرار میدید که در مجلس ازش استفاده کنن و غیره و ذالک. اینها موارد عاریه هست. پس در قرض ما عین مال رو مالک میشیم، بعد که برمیگردونیم یا مثلشه یا قیمتشه که به ذمه گرفتیم. اما در عاریه شبیه اجاره است که عین همونی که گرفتیم پس میدیم، اما در مقابل استفاده که کردیم، یک سال، معذرت میخوام، یک ساعت یا یک روز ماشین کسی رو کرایه کردن و اجاره کردن، فرض بکنید 100,000 اجرتش هست، این 100,000 رو دیگه در عاریه پرداخت نمیکنیم. خب با این مقدمه من یک سوال میپرسم، حتما جوابشو بلدید چون آسون خواهد بود. اجاره عقد لازمه. چرا؟ چون در بحث اجاره گفتیم، تقریبا البته شرح ندادیم چون بحثش مونده، اجاره شبیه خرید و فروشه. در خرید و فروش دو تا عین جا به جا میشن، در اجاره پول مقابل منفعت. یه مبلغی من به شما میدم که از سکنا و نشستن تو این خونه من استفاده بکنم. منفعت یعنی استفاده از این ماشین، استفاده از این خونه، استفاده از این وسیله، در مقابل این اجرت و اجاره. در اجاره نمیتونیم به هم بزنیم، عقد لازمه. اگه کسی که اجاره کرده یا کسی که اجاره گرفته پشیمون شد، قرارداد یک ساله است، 24 ساعته است، 6 ماه است، 1 ماه است، هر چی تا زمان تمام نشده، یک نفر به تنهایی نمیتونه به همش بزنه. ولی اگه هر دوتا با هم خواستن میتونن به هم بزنن، چون قرارداد دو طرفه است. بله نه، قرارداد دو طرفه ای هست که لازمه. بله ما ابتدای بحث عقود این رو برای عزیزان شرح دادیم، اونایی که برنامه اول رو تو بحث معاملات با ما همراه بودن. آریه آیا از عقود لازمه یا جایزه؟ جایزه، عقود جایزه. چرا؟ چون پیداست یک کار پسندیده است، مثل بحث امانته. بله یک کار پسندیده یه که هر وقتی که طرف دید نمیتونه یا نظرش عوض شد میتونه به همش بزنه. من یک وسیله رو به شما آریه دادم، بعد دیدم خودم نیازش دارم، بسه هنوز وقت تمام نشده، هنوز یک ماه نشده، هنوز یک سال نشده، میام از شما پس میگیرم. یه شخصی یه خونه اضافه داره، نیاز مالی هم نداره که اجاره بده، میخواد به یه جوان خدمت کنه، عزیز من ازدواج بکن، خونت با من، کمکت میکنم. خب خونه رو بهش هدیه که نمیده، منفعت خونه رو در اختیارش قرار میده، اجاره هم در مقابلش نمیگیر. اگه بهش گفت خونه رو بهت اجاره میدم یک ساله، ولی اجاره کم، اینو دیگه نمیتونه به هم بزنه، ولی اجارهش خیلی کمه، اصلا اجاره عرفش نیست، نمیتونه بگه آقا من یه لطفی به این کردم، خونه رو در اختیارش قرار دادم، حالا میخوامش. بله حالا میخوامش. نه، اگه عقد اجاره بسته شد ولی با یه قیمت کم، شما لطف کردید ولی نمیتونید به همش بزنید. اما اگه آریه بهش دادید، چیزی در مقابلش نمیگیرید، هر زمانی که شما یا اون کسی که داره از اون مال استفاده میکنه خواست، میتونه آریه رو به هم بزنه. پس فرق بین آریه و اجاره فقط اون مبلغی که داده ستر میشه. بله در آریه دو تا چیز، یک چیز رد و بدل میشه، در اجاره دو تا چیز. توی شخص اگه مثلا این چیز رو آریه داد به یه شخص دیگه، این اگر بخواد بره طلب بکنه از اون مؤمن ولی وقتش هم تموم نشده، اون شخص به اسر و حرج میفته. مثال میزنم، مثلا اگر یه شخصی پیراهن رو به یه شخص دیگه، مثلا وقت دامادیش بود، مثال اینجوری بزنم، لباس عروس، لباس عروس، لباس اون وسط مجلس بره بگم من لباس هم میخوام، خب تو اسر حرج میافتن، اون چه جوریه مثلاش؟ اسر حرج برای برداشتن اون حکمی است که از طرف خدا به عنوان حکم الزامی قرار داده شده. ببینید مثلا اگه کسی وضو براش اسر حرجی شد، وضو واجب برداشته میشه، دیگه بر شما واجب نیست، تیمم میکنید. روزه برای شما اسر حرج شد، یعنی معلوم شد مربوط به احکام خداست. اما اگر نه، یک کسی احساس کرد که به این دستگاه تنفس نیاز داره،
احساس کرد به یک ماشین کنار خیابون نیاز داره، چون واقعا پیاده نمیتونه راه بره. آیا سبب میشه مال مردم رو برداره؟ آیا سبب میشه پاشو تو کفش مردم بکنه؟ آیا سبب میشه؟ نه آقا، من پام داره میسوزه، حالا این کفش اینجا هست میپوشم. نمیتونی. اسطوره حرج نسبت به حق و ناس، بله یه وقتی بحث جان انسان جونش در هلاکت، بله اشکالی نداره، شما غذای مردم هم بردار بخور، کفش مردم هم پات بکن، حتی اگه شده دیوار خونه هم خراب بکنی برای اینکه جونتو حفظ بکنی این کارو بکن، باید این کار انجام. اما این که شما دارید میفرمایید به اندازه ای که خود این لباسو در بیاره بده به اون، ممکنه دیگه این لباس نباشه. نمیگم آسونه، اما در مورد حق الناس مجوز تصرف در مال مردم خجالت تو تو هر اون شخص قول داده باشه که مثلا فلان تاریخ فلان، از نظر اخلاقی خوب نیست، نباید این کارو بکنه. ولی ممکنه این طرف هم تو اسره حرجه، میگه حالا با بچه خودم داره عروسی میکنه، من این لباس رو برای اون میخوام. و بچه های ما میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد فلان، و بالاخره من رو تو بشار قرار دادن. آبروزی مؤمن میشه جا سخت اینجوری؟ نه آبروزی که نمیشه، علی حال ممکنه مقدار تو مزیقه و فشار قرار بگیره. اگر هم برفرضم این جهت بوده باشه، خاطر خود بیشتر از یه مقدار. بله بله، باید دید دیگه، موردش رو باید دید. من عرض کردم کفش آتیش رفتن، غذای مردم خوردن، و یه قابل تحمله. اگه قابل تحمله تحمل بکنه، ولی عسر حرج باشه، چون تصرف در مال مردمه. یه وقت نه، مسئله واقعا مهمه، یعنی آبرو رفتن است که قابل جبران نیست. خطر جانی است، ناراحتی و دعوا درست میشه، فامیلا بفهمن که این آریه بوده ما از مردم گرفتیم و وسط هم یه چیزای طبعات. اینا نمیشه به عنوان یک قانون، اینا بهش میگن به اصطلاح شبهات موضوعیه. در هر موضوعی باید دونه دونه بررسی بشه. حالا خیلی تو جزئی رفتیم، اما اجمالا اینه که فرق آریه با اجاره در این هست که یه عمل خیره، منفعت از شخصی به شخص دیگه هدیه میشه. مثل اینکه من یک عینی رو به کسی هدیه میدم، حالا عین رو هدیه نمیدم، منفعتش رو دارم بهش هدیه میدم، یک لطفیه. نمیتونیم مجبورش بکنیم که آقا شما ولی خودت نیاز پیدا کردی، نرو بگیر، بذار باشه پیش اون. کتابی رو به کسی داده، ازش استفاده کنه، این کتاب رو بخونه. بنابراین معلوم شد خیلی از کارهایی که ما در خارج انجام میدیم از قبیل آریه است، مثل کتابخونه هایی که کتاب میدن. بله بله، مثل عرض شد که وسائلی رو که تو جاهای عمومی میگذارن برای اینکه مردم استفاده بکنن، لیوان، پارچه، کفشه، اینا غالبا از قبیل آریه هست. چرا؟ چون شما عینش رو نمیتونید بردارید تملک کنید، اما استفادهش رو میتونید و میتونید ازش استفاده بکنید. بحث آریه یک سری چیزهایی برش مترتب میشه. مثلا اگه شما یک جنس رو از کسی آریه گرفتید، یه وسیله رو دست شما تلف شد، آیا ضامن هستید یا نه؟ اگر افراط و تفرید نشده باشه و طرف با رضایت به شما داده باشه، کوتاهی نشده باشه، مثلا سیلی، زلزله، چیزی سبب شده باشه، نه شما ضامن نیستید، چون دست شما دست زمانی ضمانتی نیست. خب ممکنه کسی بگه من جنس رو که از فروشنده گرفتم، اونجا که گفتیم ضامن هستی، گرفتم که نگاه کنم، من به عنوان خریدار این جنس رو گرفتم تو دست خودم، و دست خریدار دست تا زمانی که مالک نشده دست ضمانتیه. اما دست امانتدار، دست آریه گیرنده، دست یا دست کسی که اجاره میکنه یک مالی رو و کوتاهی نمیکنه نسبت به عین مال، بله بله، اینها دست امانتیه، به اصطلاح دست ضمانتی نیست. بنابراین اگه شما یه جنسی رو خریدید ولی بعد معلوم شد عقد باطل بوده، ضامن هستید یا نیستید این مال رو؟ بله. اگه کوتاهی هم نکردید تلف شد، بازم ضامن هستید. چرا؟ چون در خرید و فروش دست معمولا دست ضمانتی است. من ضامنم پول شما رو، شما هم ضامنید اون چی که به من میدید. بله. بنابراین چون اقدام بر اساس ضمانت هست، اگر معلوم شد فاسد هم بوده، ضمانت هم به دنبالش میاد. یه قانونی هست در فقه خیلی مورد استفاده قرار میگیره، اصطلاح عربیش این هست: ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، و ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده. یعنی عقدی که صحیحش ضمانت داره، فاسدش هم ضمانت داره، مثل عقد اجاره، مثل عقد بیع. عقدی که صحیحش ضمانت نداره، فاسدش هم ضمانت نداره، مثل هبه، مثل وکالت، مثل آریه. عربیش رو بگم یا فارسیش رو؟ فارسیش اینه: هر قراردادی که صحیحش ضمانت آوره، مثل خرید و فروش، وقتی من به شما میفروشم ضامن هستم که این عین رو به شما برسونم، شما هم ضامن هستید، ضمانت در عقد صحیح به اینه. فرض بکنید این لیوان در مقابل ده، مبلغ 10 تومان یا هر پول دیگه، منی که این عین دستم هست، ضامن هستم که این عین رو به شما بدم، شما هم ضامن هستید که ثمن رو به این شخص برگردونید. بنابراین اگر این قبل از آنی که من به شما بدم تلف شد،
من ضامنم، باید این رو به شما یا تبدیل کنم مثلش و قیمتش رو به شما بدم. طرف مقابلم همینطور، من ضامن این هستم مقابل اون که معین شده. اما اگر عقد فاسد بوده باشه، اگر عقد فاسد در اومد چی؟ چیزی که من از شما گرفتم ضامنم به خود شما برگردونم، این همون مار رو من ضامن هستم. اما در اجاره هم همینطوره، اجاره صحیح ضمانت داره. یعنی چی ضمانت داره؟ یعنی اگر من از شما خونه رو یک ساله منفعتش رو کرایه کردم، شما این منفعت خونه رو از بین بردید به هر شکلی، در خونه رو بستید و ضامن هستید که این منفعت رو برای من جبران کنید، حالا یا با قیمتش رو به هر شکلی که بشه. من اجاره کردم از شما، نشستم تو این خونه که ماهانه اینقدر به شما یا سالانه اینقدر به شما بدم، ضامن هستم که این مبلغ رو به شما بدم. حالا اگر معلوم شد فاسد بوده، من ضامن خونه هستم که به شما برگردونم، شما ضامن پول اجاره هستید که من بهتون دادم. بنابراین اگر اون چیزی که به عنوان مبلغ اجاره یا وسیله که من به عنوان مبلغ اجاره به شما دادم و تملیک شما کردم تلف شد، شما ضامنید. خونه اگه دست من تلف شد، من ضامنم. من تو اجاره یه سوال بپرسم ازشون، میدونم خیلی پیش میاد. حالا این بحثش مقدار سنگینه، من نمیخواستم وارد بشم، اما من فقط یه چرا به وقتش بیشتر شرح میدیم در بحث خرید و فروش. خیلی وقتا آقا میرن یه جایی رو میبینن تو اجاره، حالا محل سکونت یا محل کسب و کار، میبینن جارو میپسندن، یه مبلغ رو به عنوان پیش پرداخت میدن، بعد از دو روز یه روز یه ساعت ده ساعت پشیمان میشن، میان که عقد و فسخش بکنن، چیز رو هم ننوشتن که آقا قراره مثلا اگر نخواستین، چون این وقت جز عقود میاد، میگه اگر شما نخواستینش تا 3 ساعت من دیگه مبلغ رو پس نمیده، ننوشتن، مهرز مشخص نیست توی عقدشون و اون شخص که مبلغ رو گرفته به عنوان بیانه پس نمیده، میگه چون عقد شما به هم زدین منم. این چه جوری؟ این باز مصالحه هست؟ عرف؟ نه، اجاره رو نمیتونه به هم بزنن. وقتی که اجاره تمام شد و شرطی هم نکردن که آقا یک روز دو روز یه هفته من اختیار داشته باشم که اگر نخواستم و دیدم به درد من نخورد بتونم پس بدم، ضمن قرارداد این شرط نشد، بنابراین اجاره میشه اجاره تنجیزی تمام. اون مبلغی هم که به عنوان بیعانه پرداخت کرده از حق اجاره، ملک اون شخص شده، منفعتم ملک شما شد، تمام. شما فقط مدیونید که بقیه اجاره رو به اون شخص برسونید. حالا پشیمون شدید، میخواید به همش بزنید، یه طرفی نمیتونید به همش بزنید، تا دو طرفش، بله، باید با اونجا بسازید، یک سال رو باید صبر بکنید، یه طرف رو راضیش کنید و بقیه مبلغ رو هم باید بهش بدید. خب به اندازه بیانیه که شما دادین از منفعت اون مکان میتونید استفاده بکنید. بله. خب اون شخص منفعت رو هم تصرف کرد، ضامنه. نه اون شخص اگر تصرف کرد، یعنی گرفت از اون شخص. آره. گرفت و خونه رو هم گرفت، یعنی هم در خونه. من اینجوری میشه؟ بله، این درست نیست. اون مقداری که چون باید حتما دو طرفی زامنه به هم بزنن. اگر مالک میگه من راضی نمیشم، به هم نمیزنم معامله رو، مگر مبلغی که به عنوان بیعانه دادید همون لااقل همون مقدار ملک من بشه. خب باید دید دیگه، اگر درخواستش درخواست گزافی نیست، به اندازه است، وقتی اجاره 4 5 ماه گرفته برای 10 روز، این مقدار اجحافه. باید مصالحه کنن، راضیش کنن به مبلغ کمتر، بگه آقا من 10 روز نشستم، شما مبلغ یک ماهو بگیر تا یک ماه دیگه مستاجر، یا صبر بکن تا من یکی مستاجر پیدا کنم جای خودم بگذارم، تا اون زمان هرچی نشستم برای خودت باشه، یا ننشستم اما بالاخره اجارش برای خودت. یه جوری با هم صحبت کنن که خدای نکرده ظلمی به یکی از اون دو طرف واقع نشه. در آریه پس روشن شد که اگر تلفی صورت بگیره بدون افراط و تفرید، بدون کوتاهی، ضامن نیست. اما اگر طرفی که ما رو به عنوان آریه گرفته، فرض بکنید یه فرشیه، رفت انداخت یه جایی که بارون روش میباره، بارون از بینش برد فرش رو یا لباس رو، یا کتاب بود از کتابخونه آریه گرفته بود، رفت در جایی گذاشت که موریانه ها از بینش بردن، ضامن هست و باید مثلش رو یا قیمتش رو به اون شخص برگردونه. اینها عمده مسائل آریه بود. حالا شما اگه مراجعه بکنید خواهید دید خیلی از وسایلی که شما از همسایه ها، از مردم میگیرید و استفاده میکنید، در قبال اتفاقاتی که در اون شهر میفته ضامنید. حالا اگر یکی از اون دو طرف از دنیا رفت، آریه به هم میخوره، من ماشین رو از شما آریه گرفتم یا تو خونه شما آریتن نشستم، طرف مقابل آریه دهنده از دنیا رفت، تمام شد دیگه، آریه به هم میخوره، من باید برای بیشتر موندن از آریه، از ورثه آریه دهنده اجازه بگیرم، چون در ملک اوناست، یه آریه دیگه میشه. بله، الا متعلق میشه به ورثه‌شون و بعد اونجا خالی بشه. اگر آریه گیرنده از دنیا رفت، اونم همینطوره، ورثه‌اش نمیتونن از اون منفعت، مگر آریه دهنده به صورت کلی آریه داده باشه، خودت و بچه‌ها تا هر وقتی که هستید از این خونه استفاده بکنید، مگر اینکه من خودم هم نیازم بشه. حالا حال اینم که نگه، خودش هر وقت نیازش شد میتونه مراجعه بکنه و آریه رو به هم بزنه.
تو بحث وصیت یادتون هست گفتیم نکات زیادی باید نوشته بشه، یکیش اینه اگر خونه‌ای که نشستید آریه‌ایه یا خونه‌ای رو به کسی آریه دادید این رو حتما ذکر بکنید، چون مشکلات زیادی بعد پیدا میشه. طرف ادعا میکنه که ملک من هست، شما دلیل بیارید، مدرک بیارید، یا اینکه من اینجا رو اجاره یک ساله کردم، اجارهش هم پرداخت کردم، حالا بیا ثابت کن که اجاره نبوده، آریه است و ورثه میتونن به همش بزنن و اینجور نکات ریز. فکر میکنم کلی مسئله آریه روشن شد. امیدواریم که خدا به ما توفیق بده بتونیم پیروی بکنیم از مسلک اهل بیت علیهم السلام. حقیقتش هم من هم آقای شکرچی ته دلمون مقدار بیتابیم، اگرچه که صحبت کردن در این موضوعات پیروی از حضرت زهرا سلام الله علیها است. شاید یادتون باشه اون روایتی که مرحوم شهید تو نیت المرید ذکر میکنه، یه وقت اشاره کردیم خانم میاد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، مسئله‌ای که تو زندگیشون پیدا شده بوده با مرد خودش طرح میکنه، مسئله شرعی. حضرت جواب میدن، دوباره سوال میکنه، مسئله شرعی، جواب میدن، سوال سوم، سوال چهارم. خب حضرت زهرا سلام الله علیها ملکه هستی هن، کسی که با ایشون رفت آمد داشته، از مردمی که اون چه مشاهده کردن برای ما گفتن و کمش البته به دست ما رسیده، نشون دهنده اینه که هیبت پیغمبر در وجودشون بود، صلوات امیرالمومنین در وجودشون بود. بنابراین خیلی سخت بود که کسی که میشناخت حضرت زهرا سلام الله علیها رو بتونه با ایشون راحت صحبت کنه. اونقدر مهربان بودن، انقدر کرم داشتن و جود داشتن که طرف جرأت پیدا میکرد سوال سوم، سوال چهارم. داره که سوالاش تا 10 تا رسید، اما داشت از خجالت آب میشد، خیلی عذرخواهی میکرد، دیگه ساکت شد. حضرت فرمودن چرا سوال نمیکنی؟ مضمون حدیث عرض کرد دیگه خیلی خیلی اذیتتون کردم، سوالام طولانی شد اینها. حضرت یک روایت رو از پدرشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، روایت مفصله. بعد مقدمش فرمودن چگونه خواهید دید اگر کسی رو برای حمل بار سنگینی به یک جای بلندی اجاره کرده باشن و مبلغ بسیار زیادی بهش داده باشن، آیا سنگینی اون بار رو حس میکنه؟ ابدا. خدا میدونی در مقابل این کاری که من برای تو دارم انجام میدم چه ها به انسان خواهد داد؟ فضائل یک انسانی که راهگشا باشه در مسائل اجتماعی مردم بیان کردن که خدا در بهش تاجی از نور مرصع به چه و چه بر سر او خواهد نهاد و او در صحرای محشر چنان خواهد بود. رضا نشون دادن این کار واجب که همه ما نسبت بهش هستیم، ما نسبت به بعضی از دوستان، بعضیتون هم از من بهتر بلد هستید، شمایی که بلد نسبت به بقیه دوستانی که اطراف شما هستن. ما هممون وظیفه داریم که اگر دیدیم یه وقتی مؤمن یه مسئله ای رو اشتباه داره انجام میده، یه کاری رو داره نادرست واردش میشه، یه معامله ای داره انجام میده که این صحیح نیست از نظر شرعی، عزیزانی که برنامه ها رو دنبال میکنن الان میبینید شاید یه چیزی حول هوش 1000 تا مسئله، بلکه بیش از 1000 تا مسئله اگه با جزئیاتش حساب بکنیم تو این چند جلسه اخیر طرح شده. خب اینها رو هم انباشته میشه، اگر انسان مرور کنه تو ذهنش میبینه سینهش پر شده از احکامی که دستورات حضرت حق هست و خیلی شاید مبتلا به من نباشه، اما اقلا فهمیدم اسلام چقدر وسیعه، چقدر گسترش هست در ابواب مختلف براش. اما یه نکته دیگه هم هست و اون این هست که زبانی به این زیبایی و به این گویایی، راه گشایی به این نورانیت، فاطمه ای که با هر کلمش باز میکرد عقده از دل همه مؤمناتی که میمدن در خونه حضرت زهرا و با دیدن دختر پیغمبر آرامش میگرفتن، چطور شد این مردم انقدر نامرد شدن و انقدر بیانصاف شدن که وقتی شنیدن حضرت زهرا سلام الله علیها مریضه شدن، بیمار شدن، نیمد یکیشون سر و صدا کنه، یکیشون دفاع کنه؟ اگه بود به ما میرسید. چطور وقتی زنهای بنی اسد تو این سرزمین وقتی خبردار شدن که این بدنها بدنهای حجتهای خداست، اخیار آفرینشه، مرداشون رو رها کردن اومدن گفتن ما یک کاری بر این بدنها میکنیم، اما تو مدینه نوشته نشده که زنها بیان به مردشون نهیب بزنن، خجالت بکشید، این دختر پیغمبره، داره از بین میره، داره تلف میشه، بدنش سوخته، بدنش رنجیده شده، بدنش زخمی شده، بیایید کاری بکنید، بیاید جلوی ابوبکر بایستید، بیاد از علی دفاع کنید، اگه دست به دست هم بدید میتونید وایسید، اونا عددی نیستن. نوشته نشده. یه کلامی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، خیلی دلسوزه، خیلی دلسوزه. مرحوم میرجهانی تو نوائب الدهور این جمله رو نقل میکنه، من از امام زمان علیه السلام عذر میخوام،
اونجا میفرماید که امیرالمومنین علیه السلام اومدن بعد از تنها شدن و غربتشون و در تنهایی اشک ریختنها صحبت کنن، یه مقداری از داغ دلشون رو برای مردم بگن که نگن علی علیه السلام چیزی نشده، اتفاقی براش نیفتاده. امیرالمومنین کننده در خیبر سخت ترین مصیبت ها رو تحمل کرده، اما بدونید مصیبت فاطمه زهرا علی علیه السلام رو خورد کرده، علی رو شکسته. فرمودن تو نوائب الدهور می فرماد لما اوقف علی علیه السلام تکلم، ایستادن صحبت کنن، قال ایتها الغدرت الفجره، ای بیدین ها، ای مکارهای روزگار، ای اهل نفاق، استعدوا للمسألة جوابا ولظلمكم لنا اهل البيت احتسابا. فکر باشید چون باید جواب بدید. قشنگ این کلمات رو حضرت زینب هم از امیرالمومنین داشتن تو کوفه، شبیهش رو فرمودن، آماده جواب باشید، باید جواب بدید. خطابشون به همه است، چه اونایی که ظلم کردن، چه اونایی مقابل ظلم سکوت کردن. ولظلمكم لنا اهل البيت احتسابا، بعد جواب بدید. افتضرب الزهراء نهرن، آیا بعد اینجور زهرا رو میزدید؟ نمیدونم نهرن یعنی چی، اما اینقدر که میفهمم زدن است که با کشیدن همراه بود. اینجور بعد با زهرای من برخورد میکردید؟ جانسوزش اینجاست. افتضرب الزهراء نهرا و یؤخذ منا حقنا قهرا و جبرا فلا نصیر ولا مجیر ولا منقذ ولا منجد. یک نفر نیمد دست بگیره، نه یک زنی اومد زیر پهلوی حضرت زهرا رو بگیره. اگه بود میگفتن، چون اتفاق کوچیکی نبود، چون جریان زود گذری نبود، مردم هم برای سر و صدا آمادن که بریزن، جمعیت تماشاچی کم نبوده، اما ننوشتن یک نفر از زنها بیاد زیر بغلهای حضرت زهرا رو بگیر از زمین بلند کنه، یه نفر از مردها نیمد تناب رو از دست علی علیه السلام باز کنه. فلا نصیر، یه دونه یار نبود، یک نفر نجات بخش نبود، یک نفر دلسوز نبود، یک نفر وای از این کلمه منقذ، نمیدونم چجور تعبیر کنم، اگر تو بعضی از روایت ها نبود جرأت نمی کردم بگم. داره که امیرالمومنین دیدید وقتی شطوری رو میخوان ببرن می ایسته استقامت میکنه، نعره میکشه، با زور میکشنش، امیرالمومنین اینطور میکشیدن، نه اینکه به آرامی میبردن به طرف مسجد، مأمور به سکوته، اما بردن علی آسون نیست. اونقدر که مرحوم فیروزآبادی میگه من باورم نمیشه جرأت کرده باشن تناب به دست علی علیه السلام ببندن. وقت کلمه لا منقذ، صیدی که در دام افتاده باشه، دست و پاش با دام بسته شده باشه، هرچی تلاش میکنه این دستش رها کنه، دست دیگهش گیر میفته، میخواد یه کسی بیاد این دوتا طرف نخ رو بگیره تا یه دستش در بیاد، اون طرف نخ رو بگیره یه دست دیگهش در بیاد، بتونه کم کم خودش رو از صید آزاد کنه. شما دیدید یک طرف دست و پای منو بستن، یک طرف زهرای من اونطور بیتاب شده، یکی تو نیمد زهرا رو کمک کنه، یکی تو نیمد از من دستگیری کنه. نمیدونم بقیه شما معنی کنم یا نه. فلیت ابن ابی طالب مات قبل یومه، کاش علی اون روز رو نمیدید، کاش علی مرده بود. فلا یر الغدرت الفجره قد ازدحموا على ظلم الطاهره البره. بذارید فقط همین کلمه‌شو معنی کنم، سوالا رو جواب بدیم بقیه‌اش بمونه. می‌فرماید که ای کاش علی نبود اون روزو نمی‌دید. قد ازدحموا، ازدحموا که وقتی مثلا دو نفر سه نفر یه جایی میان، نمیگن ازدحام، همین استعمال فارسیش هم هست، وقتی جمعیت خیلی زیاد باشه، منطقه فضا پر شده باشه، میگن ازدحام. کوچه ها تنگ بود، خیلی گنجایش نداشت، اما به قدری جمعیت جمع شده بودن پشت در خانه امیرالمومنین برای هجوم که امیرالمومنین می فرماید ازدحمو. حالا این ازدحمو همش هم تماشاچی نبودن،
اول کار ازدحمو علی ظلم طاهره البره، همه جمع شده بودن که از علی زهرا رو بگیرن، تا زهرا زنده است نمیشه علی رو خونش نشوند. برای ظلم فاطمه من با هم ازدحام کردی. کلمه علی تو لغت عربی خیلی معنا داره، ازدحام کردید بر ظلم فاطمه زهرا. چون امیرالمومنین شاهد بود این جمعیت وقتی هجوم آوردن به خونه فاطمه زهرا، در سوخته بود، در شکسته بود، تو بعضی از نقلهاش داره که در رو بدن فاطمه زهرا افتاده بود. اینا از کنار عبور نکردن، از روی در عبور کردن. خدایا به دل سوخته امیرالمومنین، خدایا به عشق مظلوم امام زمان علیه السلام، این منتقمی که باور ما اینه هیزما در اختیار اوست، جمع کرده که یه روز این هیزما رو زیر او درخت بچینه و فریاد کنه مادر من زهرا چیکار با شما کرده بود؟ میخواستید زهرا رو بکشید؟ چرا انقدر بیرحمی کردید؟ واقعا انسان وقتی فکرشو میکنه یه دونه از دردها برای کشتن از زهرا کافی بود، چرا این همه درد پشت درد؟ همونطوری که مصیبت‌هایی که توی این سرزمین اتفاق افتاده خیلی هاش برای ما گفته نشده، خیلی از مصیبت‌ها هم بعد خود امام زمان علیه السلام بیاد بخونه، عرض میکنیم خدایا فرج منتقم خون زهرای مرضیه رو تعجیل بفرما. انشاءالله دست یکی که اون بزرگوارانی که توی این ایام تحویل سال و شروع سال جدید عزاداران فاطمه صلوات الله علیها هستن و با این کارشون دارن تسلا میدن قلب قطب دائره امکان عزادار حقیقی مادر سادات، انشاءالله که بتونیم با این قدمایی که برمیداریم، با این قلمایی که میزنیم، با این پای برنامه نشستنا، با این تحقیق و تفحصهای دینیمون، یاد گرفتن مسائلمون، التیامی باشیم بر این زخم و انشاءالله بتونیم فاطمیوار توی دین قدم برداریم. ما که تو اون ایام و اون لحظات نبودیم، ما که خدمت آقا امیرالمومنین نتونستیم برسیم، برای حضرت هم که تا الان کار خاصی نتونستیم بکنیم، انشاءالله که بتونیم یک دیندار واقعی باشیم. حداقل مطلب فاصله کوتاهی خواهیم گرفت، راه های ارتباطی رو میبینیم توی استودیو خدمت رو خواهیم. بسیار خوب، تشکر میکنم از بزرگواران عزیز بیننده ما. تو این 5-6 دقیقه‌ای که وقت داریم سوالات رو مطرح میکنم، جا تو هر اندازه‌ای که تونستیم انشاءالله پاسخ خواهیم داد. سلام کردن و پرسیدن کسی که قصد 10 روز اقامت در سفر میکنه، ابتدا و انتهای نیت و شروع رو به چه صورتی باید نیت بکنه؟ ببینید زمانی که انسان به جایی میرسه که میخواد 10 روز در آنجا بمونه، این که شنیدید میفهمن قصد 10 روز، نه اینکه نیت بکنه، مهم بودن 10 روزه، یعنی قصد دارد، اراده کرده است که در این مکان 10 روز بمونه. این منظور از قصد، نه مثل قصد قربت نماز که قربت الله به جا میارم، نیت میکنم 10 روز در این مکان بمانم، نه. و نمیدونه 10 روزم میمونه یا نمیمونه، میگه حالا نیت کنیم تا بعد ببینیم چی میشه. نه، قصد 10 روز یعنی یقین دارید 10 روز در اینجا میمونید، همین کافیه. ولو 10 روزم نشه، ولی خب مطمئن از الان بناتون بر 10 روز موندنه، میخواید 10 روز بمونید، اما آدم از فردا خودش خبر نداره، چه مثلا عمرش کوتاه‌تر از این باشه، اما بناتون بر 10 روز موندن یا بیشتر از 10 روز دیگه، حالا تا 1 سال تا 2 سال تا آخر عمر، بناتون اول باید 10 روز بوده باشه. بعد از 10 روز رو دیگه هر چی موندید نیاز به تجدید نیت نداره، مگه که برید خارج شید و برگردید دوباره از نو باید قصد 10 روز بکنید. شروعش از زمانی است که میرسید تا 10 روز، کاملش اینه که 10 تا 24 ساعت باشه، یعنی اگر امروز ظهر رسیدید روز دهم تا ظهر که 10 روز کامل بشه. بعضی بزرگان حضرت آقام نظرشون این هست که لازم نیست 24 ساعت کامل بشه، بنابراین روز دهم اگر صبح ساعت 9 هم خواست خارج بشه که عرفاً 10 روز صدق میکنه، اشکالی نداره، ولی احتیاط خوبه. بسیار با سلام، کسی که در روزه
کفاره مسافرت برایش پیدا شود حکمش چیست؟ سوال رو میشه دوباره بفرمایید؟ چون ظاهرن اینه که کفاره میخواد انجام بده، بین آه. کفاره برایش مسافرت پیدا میشه. شاید هم سوال کفاره روزه رو پرسیدن. بله. ظاهر سوال اینجوری. پس کفاره روزه یعنی داره 60 روز روزه میگیره به جای اون یک روز که عمدن افطار کرده. خب در 60 روز گفتیم 31 روزش باید پشت سر هم باشه. اگه سوالتون اینه جوابش نیست که عرض میکنم. اگه غیر از اینه حتما دوباره واضح‌تر بپرسید. بین 31 روز اگر برایش سفر پیدا شد، اگر اون سفر سفر اضطراریه، یعنی سفری است که باید بره، مثل اینکه ایام حج شد، مستطیع شد قبل از، اینطور هم نبود که بدون از الان، نه، استطاعت یه دفعه براش پیدا شد، یه شخصی اومد فیشش رو در اختیار این قرار داد، اینم پولش به اندازه بود که میتونست امسال فیش رو بخره و حج واجب بره و حج واجب براش پیدا شد، یا پدرش بهش امر کرد که این سفر رو باید انجام بدی و الا راضی نیستم، یا مادر. بنابراین اگه سفر یه بیمارستانی دکتری چیزی براش پیش اومد، خدای نکرده، اگر سفر اضطراری بوده باشه برمیگرده از همون ادامه میده، روز 20 و روز 10 هر چی که هست. اما اگر نه، سفر اضطراری نیست، سفر تجاریه، نرفتم خیلی اتفاقی نمیفته، نهایتش مقدار از نظر اقتصادی ممکنه ضرر بکنه، الان وقت تجارته، الان وقتی که جنس میارن، اینا رو سفرهای اضطراری نمیگن، مگر اینکه واقعا شما الان پولای مردم دستتون، اگه این سفر رو نرید مقابل مردم مدیون میشید، زندگیتون از هم میپاشه و بقیه امورات. هرگاه سفر اضطراری شد اشکالی نداره، در غیر این صورت نه. کسی که خدایی نکرده مسکرات مصرف کرده و توبه میکند کفاره باید بدهد، وظیفش چیست؟ نه، هر گناهی گفتیم کفاره درش نیست، کفاره در گناهی است که شرع ذکر کرده، ولی خب میتونیم از بقیه موارد که کفاره هست این استفاده رو بکنیم که یکی از کارهایی که گناه رو پاک میکنه رسیدگی به ایتام و فقرا و بیچاره هاست، اطعام. بقیه شما کمک کنید آیش کرد. دیگه چه چیزایی هست از کفارات استفاده کنیم؟ چیزایی که گناه کم. من دارم سال بعدی رو میخونم. خدا حفظ کنه. بله، میخوام عرض بکنم از روایاتی که در باب کفارات هست که اینا گناه ها رو بارش سبک میکنه، میتونیم استفاده بکنیم چه چیزهایی میتونه کفاره گناه ها باشه. ولی خدا در بابت مثلا کسی که این عمل حرام رو انجام داده کفاره ذکر نکرده. اما اگر از این دوست دارد این شخص توبه کرده، استغفار کرده، ولی میخواد یه مقدار بار سبکتر بشه، میدونیم حسنات یا ابن السیئات کارهای خوب گناه ها رو پاک میکنه، وقتی زیارت میره به جای اونها نیابتن، اما از کفارات هم میتونیم استفاده بکنیم. بعضی کارا خیلی خوبه، یعنی مال اینه، مال شستنه، مثل اطعام فقرا رو سیر کردن، جا اشاره میکنن دو دقیقه وقت فقرا، لباس پوشوندن، روزه گرفتن، اینا بود دیگه تو کفارات، عبد آزاد کردن، کفارات همین است. بنابراین این اعمالی است، دستگیری کردن از بیچاره ها اعمالی است که اینا میتونه کفاره هر گناهی باشه. بله، یعنی اینا بالخصوص کفاره است. سعی بکنه به اندازه‌ای که میتونه روزه بگیره و مردم کمک. خیلی مختصر این سوال رو هم اگه بتونیم جواب بدیم، پرسیدن در جوانی به خاطر نادانی به برخی ها آسیب جسمی وارد کردن و الان اونها رو نمیشناسم و نمیتونم پیداشون بکنم، تکلیف من چیه؟ این بزرگوار نسبت به اینها اولا گوشه ذهنش بسپره، هر وقتی راهی چیزی پیدا شد نه اینکه فراموش کنه، چون حق الناس ساقط نمیشه تا نفس آخر، حتی بعدم اگه انسان تونست به بچه‌هاش وصیت کنه بابا فلانی رو اگه پیداش کردید بگید از ما بگذره، ولی تا زنده هستید براش کار خیر انجام بدید، براش صدقات انجام بدید، براش نماز بالا سر امام حسین علیه السلام اومدید مشرف شدید بخونید، انقدر براش کار خوب انجام بدید، نامش رو پر بکنید که تو اون دنیا وقتی میرید دست شما رو ببوسه بگه اگه میدونستم وای میسادم بیشتر از شما کتک بخورم که بیشتر برام کار بعد اون سن نداشته باشه شما. آره خیلی وقتا که حالا و اشخاص زیادن، شاید 3 4 تاشون رو میشناسه، 100 و 3 4 تاشون رو هم نمیشناسه، میتونه همه رو هم بگم من فقط میرم کفاره میدم یا مثلا رد مظالم میدم؟ بله، لازم نیست دونه دونه نیت کنه، هر کار خیلی انجام داد بگه خدایا هر کسی که حق گردن من داره بسیار. این عمل رو از طرف اون بسیار خونه دل شده دارن دارن ناخنشون میجوه. خیلی متشکرم آقا، ممنونم از حضورتون در برنامه. همینطورش شما بزرگواران عزیز، ان شاءالله که هر روزمون بهتر از روز گذشته باشه و بتونیم بهتر با آیین و مسائل شرعی دینمون آشنا بشیم. با این امید و آرزو همتون رو به خداوند متعال میسپارم تا فردا که خدمتتون میرسیم. یا علی مدد تجا، خیلی متشکرم. ممنونم.